کفش فقط همین یه دونه رو آوردم، همه تیپام با همین. خونه وقتی که داریم میریم بیرون. سلام صبح بخیر، احوال شما، هوا رو ببین. امروز برنامه جمعی چیز بود، خواستم بریم طبیعت و مثل قلات و مثلا این چیزا بیرون، ولی خب از اونجایی که بارون شد، بارون شدید هم شده، مجبوریم که بریم جاهای سرپوشیده و فعلا تصمیممون شده بریم یه موزه که من تا حالا موزه هم نرفتم، موزه که حیونا رو خوش کردن و گذاشتن. حالا بریم ببینم چطور میشه، به من همراه بشید. برای عجیب الخلقه یک سر با دو تن. این بر رو هم چشمش زیر گلوشه، برای جالبه. این چقدر نازه، برای دو تا کله داره. تو چی پیدا نیستی؟ این مرغ هم یه جایش پا در اومده، دو تا پای دیگه. این هم دو تا کله با چشم و این چیز پوچه چهار شاخ. اینا هم اندازه های بچه جنینه، از 35 روزه یک ماه و نیمه. این بزرگتر 35 روزه یک ماه و نیمه، دو ماه، سه ماه و نیمه، چهار ماه و نیمه. این هم چهار ماه و نیمه، پنج ماه و نیمه، شش ماه و نیمه، هفت ماه و این هم داشته شیر میخورده از مامانش که برق میگیرتش و تو همون حال خوش میشن. بیچاره تا غم انگیزه بچه شغال. این سالما رو دوست داره. خوش خیلی بزرگه ها، پوچ و اوپال، گوزن و زرد ایرانی. از این خارا میندازه ها، جوجه تیغی، گربه تیغی. البته این چیه؟ چرا ترسناکه؟ کفتار. این هم کفتار خیلی ترسناکه، من فکر می‌کردم خیلی کوچولوتر از این باشه. این آدم بخورا. این هم فوکه، فوک هم از نزدیک ندارم. گربه جنگلی، چقدر گربهش بزرگه. این سگه، خرس قهوه‌ایه، اندازه سگ است. ببین اون همه همه‌شون از اونجا تا اینجا هم فرنده. چقدر روغن انواع پرنده زیاد داریم. پرنده های خوشگل. اوه بالاخره با تو هم بینم. این داستان لاک پشته بوده. این بخش نقش برجسته سیاه‌خان لوکوی. جالبه. اینم عکسش بوده. پلنگ. من همیشه پلنگ و ببر رو با هم دیگه قاطی میکنم. هیچ وقت هم لوکارد. شطور مرغاش بزرگ، اصلا تو این پیدا نیست. خب اینو میخواستم بهتون بگم، نمیدونم شلوغ صدا من میاد یا نه، نگاه این که تو هوا، این که اول که میای احساس میکنه خیلی کوچولو باشه، چون که همین یه محوطه اینطوریه دیگه همین، اما بعدش قرفه قرفه داخل داره و میبینی که بخشای زیادی داره. خوشگله به نظرم. حتما بیایید بریم پلن بقیهش رو ببینیم. آب زیان هم داره. این چیره؟ خرچنگ دریایی بزرگه. این نهنگ گوش پشته، ببین چقدر بزرگه. سازشو ببینید، خیلی بزرگه. تو با
وابستگی داری یا منم عاشقم بار خوشگله نور آبی دارم من شناسی هم دارم باید سنگ های مختلف میکنم بکنم رو میچرخم چه با حاله میذارم اینم ما کجایی موزه مربوط به من این تلویزیون بوده بکنم تلویزیون رامپی جاده موزه برق رو دارم موزه آناتومی دارم من اینجا هم برمی کنم و اینجا هم اینجا هم مدت درگیر اینجا رودست چیه؟ اینا دندونه چی دوست داشتم ببینم تو لاکه لاک پشتا چه شکلیه مثلا ما رو همه به استخون داره این هم اسکلت شیر با این همه دبدبه و کبکبه تهش این از همون میمونه این همه هی حیوان بخور آدم بخور بلکن اسکلت پلنگ اسکلت آدم نداره این بالا هم نمونه های گیاهیه همه که اومدم بالا از اینجا یادتونه با تومی وایساده بودم یه نفر بیاد ازش عکس بگیرم که اونم از من عکس بگیره الان این زوجا رو پیدا کردم دارن هی از هم دیگه عکس میگیرن نمیخوام بهشون بگم من اصلا آخه من همیشه همراهمو گم میکنم نمیدونم کدوم بخش رفتن که ندارم ایشون الان میخوام جلوی این یه دونه عکس برای تامنیلم بگیرم کسی نیست ازم منتظرم ببینم اونا میان یا نه ماشینه که شکل کفش زگی شدن یه حیاتش بالا برم از اون چیزا بگیرم یه درخت دیدم خیلی شکوفایش باحال بود دوست داشتم وای چقدر هوای عبوری همه چی خوشگلتره بهتون گفتم چقدر این گلا رو دوست دارم لپه نکندم این هم چیز داده بهار نارنج داده چون اسما سخته سلام باید به درخت شکوفه سیب باید بگی شکوفه به اینا باید بگی بهار نارنج همه رو بگی شکوفه دیگه چرا کلمات زیاد درست میکنی اینا هم توت داده یه کار جالب یه کار حالا نمیدونم جالب یا نه یه کار دیگه هم که اینجا انجام میدن اینه که شما اگه پرنده تون حالا حیوانتون میمیره الان پرنده رو من دیدم این کار انجام بدن دادن میمیره اینجا میان برم اون شکوفه ها رو حتما نگاه کنم ببینم چیه تا برم زیاد نشده میمیره میارین اینجا و براتون خشکش میکنن و بهتون تحویل میدن که مثلا حالا داشته باشینش اینم یه کار دیگه ای که انجام میدن درخت ها چی هم شکوفه شون اینجوریه چقدر هوا خوبه چقدر نمنمش قشنگه نه اینطوریه این شرایط سخت دارم براتون دارم براتون ویدیو میگیرم اینم از موزه امیدوارم که دوست داشته بوده باشید و اینکه پیشنهاد میکنم بیاید مخصوصا بچه ها هر کسی اومده با بچه ها اومده گونه های هم جانوری هم دیدین دیگه بخش های مختلف داره به هر چیزی که علاقه داشته باشن چه آناتومی باشه برق باشه تکنولوژی باشه هر چیزی دیگه علاقه داشته باشن میتونن ببینن و مثلا این چیزایی که توی کارتون ها میبینن و اینا رو اینجا میتونن از نزدیک ببینن سایزاشون رو ببینن و اینا
براشون فکر کنم خیلی جذاب باشه. هزینه‌اش هم که زیاد نبود، ورودیش هم نفری 30 تومن بود. همین دیگه. تا جای دیدنی بعدی بدرود. ساب یادتون نره و لایک. فعلا. این دوتا دست است.